8 آزمایش وحشتناک تاریخ. انسان ها همیشه به دنبال آزمایش کردن بودند، اما اگر این آزمایش ها از یک حدی خطرناک تر بشن و از مرزهای عقلانیت و انسانیت عبور کنند، میتونن باعث بروز خسارت های شدید جانی یا مالی بشن. در ادامه لیستی از 10 آزمایش خطرناک و بعضن وحشتناک که توسط انسان ها در طول تاریخ انجام شده رو با هم مرور میکنیم. 1. پروژه استورم فیوری. ایالات متحده آمریکا همیشه یکی از کشورهایی بوده که ترجیح میده تا با انجام آزمایشات علمی مرزهای تکنولوژی خودش رو جلو ببره. یکی از این آزمایش‌ها که باعث به وجود آمدن خسارت‌های مرگبار شد در اواخر دهه 40 میلادی اتفاق افتاد. در این سال‌ها شخصی به نام دکتر ایروین لنگمویر ایده استفاده از کریستال‌های یخ برای تضعیف تندبادهای اقیانوسی رو مطرح کرد. او اعتقاد داشت که افزودن کریستال‌های یخ به این تندبادها باعث تضعیف آنها میشه و به این ترتیب میشه خسارت ناشی از طوفان‌ها در ایالات ساحلی رو کاهش داد. به همین دلیل طی یک عملیات کریستال‌های یخی به مرکز یکی از طوفان‌های نزدیک به آمریکا پرتاب شد، اما نتیجه دقیقاً برخلاف چیزی بود که انتظار می‌رفت. بعد از این عملیات طوفان مذکور به سمت سواحل آمریکا تغییر جهت داد و باعث بروز خسارت‌های جانبی و مالی زیادی در شهر ساوانای ایالت جورجیا شد. 2. فیل و اسید. تروکو نام فیلی بود که طی یک آزمایش مقادیر بسیار زیادی از ماده روانگردان الستی به او داده شد. میزان الستی تزریق شده به این فیل 3000 برابر بیشتر از میزانی بود که بدن انسان توانایی تحمل آن را دارد. این آزمایش برای مطالعه رفتار فیل‌های نر انجام شده بود و تزریق الستی برای فهمیدن این نکته بود که به چه میزان این ماده باعث دیوانگی مقطعی در فیل‌ها خواهد شد. اما بعد از تزریق الستی این فیل وارد حالتی به نام مستی شد. در این حالت که تنها برای فیل‌های نر اتفاق می‌افتد، حیوان دچار دیوانگی شدیدی می‌شود که به هیچ عنوان قابل کنترل نیست. در نهایت بعد از ایجاد خرابی‌های بسیار، تروکو بعد از 45 تا 50 دقیقه بعد از شروع آزمایش کشته می‌شود. این واقعه به عنوان یکی از خطرناک‌ترین و ترسناک‌ترین آزمایش‌ها در دنیا شناخته می‌شود. 3. فرو کردن چاقو به قلب. احتمالاً با شنیدن اسم این آزمایش تصور می‌کنید که قاتلی به قلب شخص دیگه چاقو فرو کرده، اما اینطور نیست. این آزمایش مربوط به پزشک جراح آلمانی به نام ورنر تئودور اوتو فورسمان است که با استفاده از چاقو قلب خودش رو مورد آزمایش قرار داد. او ابتدا از بی‌حسی موضعی استفاده کرد و سپس یک کاتر رو وارد رگ بازوی خودش کرد و سپس اون رو به آرامی به سمت قلب خود به حرکت درآورد. این آزمایش به قدری خطرناک بود که هر لحظه امکان مرگ فورسمان وجود داشت. با این حال با دقت فراوان و شانس زیاد این آزمایش با موفقیت پایان یافت و او در نهایت در سال 1956 موفق شد تا به خاطر ادعای روشی جدید برای کاتریزاسیون قلبی جایزه نوبل پزشکی را دریافت کند. 4. آزمایش‌های نازی‌ها. در تمام لیست‌هایی که در رابطه با آزمایش‌های وحشتناک تاریخ ساخته شده، حتماً آزمایشی از نازی‌ها هم وجود دارد. احتمالاً با شنیدن نام نازی‌ها شما هم پیش از هر چیزی به یاد هیتلر و جنایات او می‌افتید. در دوران حکومت او، انسان‌ها مورد آزمایش‌های کشنده و وحشتناک زیادی قرار می‌گرفتند. بعضی از این آزمایش‌ها شامل فریز کردن افراد و بریدن قسمت‌هایی از بدن آنها می‌شد. در برخی دیگر از این آزمایش‌ها هم مواد شیمیایی خطرناکی وارد بدن انسان‌ها می‌شد که باعث مرگ و یا دیوانگی می‌گشت. یکی از پزشکان معروف نازی که آزمایش‌های حقیقتاً ترسناکی روی اسرا انجام می‌داد، جوزف منگله نام داشت. 5. چاه حفاری روسیه. شاید تصور کنید که کندن چاه یک آزمایش علمی نیست، اما حفر چاهی به عمق 12.2 کیلومتر بدون شک یک آزمایش عظیم و علمی است.
حفر این چاه در تاریخ 24 ماه می با استفاده از جدیدترین تجهیزات آن دوران آغاز شد. هدف آن سوراخ کردن پوسته زمین تا بیشترین جای ممکن بود. امروزه هم انتهای این چاه عمیق‌ترین نقطه زمین به شمار می‌رود و مورد مطالعات زمین‌شناسی بی‌شماری هم قرار گرفته. در هنگام انجام این آزمایش همیشه این احتمال وجود داشت که لایه تکتونیک زمین دچار تغییر مکان بشه و زلزله‌های فجیعی در دنیا به وجود بیاد. 6. استارفیش پرایم. همونطور که پیش از این هم گفتیم، آمریکا یکی از کشورهایی است که آزمایش‌های زیادی انجام می‌دهد. در روز 9 جولای سال 1962، ایالات متحده آمریکا یک کلاهک هسته‌ای که قدرتی معادل 1.4 مگاتن TNT داشت را در فاصله ای دورتر از میدان مغناطیسی زمین منفجر کرد. انرژی که از این انفجار حاصل شد بسیار بیشتر از چیزی بود که دانشمندان آمریکایی تخمین زده بودند و قدرت آن به حدی رسیده بود که در میدان مغناطیسی زمین تداخل به وجود آمد. 7. کنترل ذهن. ایده کنترل ذهن ایده جذابی به نظر میرسه و نه فقط در فیلم‌های علمی تخیلی، بلکه در واقعیت هم اون پرداخته شده. یک پروفسور اسپانیایی به نام خوزه دلگادو تکنیکی برای این کار ابداع کرده. او دستگاهی به نام استیموسیور طراحی کرده و اون رو در مغز حیوانات قرار میده. این قطعه توسط کنترل از راه دور تنظیم میشه و مناطق مختلفی از مغز رو با جریانات الکتریکی تحریک میکنه. 8. آزمایش‌های اتمی. بسیاری از افراد باور نمی‌کردند که انسان‌ها واقعاً دست به انجام آزمایشات اتمی بزنند. در حقیقت هیچ دلیلی وجود نداره که سلاحی طراحی کنیم که با استفاده از اون بتونیم تمام نسل بشر رو نابود کنیم. اما آمریکا اولین کشوری بود که این آزمایش رو انجام داد. اولین آزمایش بمب اتمی دنیا که تیرینیتی نام داشت در روز 16 جولای سال 1945 به عنوان بخشی از پروژه هسته‌ای آمریکا در صحرای خورنادا دل مورتو در این کشور انجام شد. شدت انفجار این بمب برابر با 20 کیلوتن TNT بود. از این آزمایش به عنوان آغازگر عصر اتم یاد میشه و با توجه به اینکه بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی تنها چند هفته بعد از این آزمایش رخ داد، تیرینیتی مرگبارترین و وحشتناکترین آزمایش دنیا نامیده میشه. بسیار خوب دوستان، ممنون که تا آخر این برنامه با ما همراه بودید. حالا به نظرتون کدوم یکی از این آزمایشات هولناکتر از بقیه بود؟ حتما نظرتون رو برامون کامنت کنید. در آخر هم اگر از دیدن برنامه‌مون لذت بردید، اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که برای دیدن باقی برنامه‌های ما صفحه‌مون رو دنبال کنید.